مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی از نیویورک با ما هستند آقای محمدی ممنون از همراهیتون این تایمز مدعی شده که ایوب انتظاری در صنایع موشکی و پهپادی ایران یک مهره کلیدی بوده این در حالیه که دادگستری از گفته که اون یک کارمند معمولی در یک شرکت صنعتی بوده از نظر شما کدوم یکی از این ادعاها قابل استنادتر و باورپذیرتره به نظر من ادعای اول باورپذیرتر هست به دو علت علت اول اینکه معمولا روابط عمومی استانداری ها پس از اینکه فردی در بیمارستان میمیره یک فرد معمولی کارگر، مهندس یک شرکت صنعتی معمولی معمولا در مورد او اطلاعی نمیدن او رو شهید نمیدونن این اشتباه صحوی رو که روابط عمومی استانداری اعلام کرده این رو ما ندیدیم که در مورد افرادی که سالانه شاید بیش از یعنی هزاران نفر در ایران به خاطر مسمومیت مواد غذایی یا مسمومیت ناشی از نوشیدن بالاخص مواد الکلی غیر استاندارد در ایران جان خودشون رو از دست میدن ما ندیدیم که چنین اطلاعیه هایی رو دستگاه های دولتی صادر بکنند سالانه در ایران سیزده هزار نفر جراحت یا مرگ ناشی از کار دارند ولی دستگاه دولتی در مورد اونها هیچ اظهار نظری نمی بنابراین شهید خواندن و بعدم پس گرفتن این شهید خواندن تا حدی موضوع رو مبهم میکنه نکته دوم اینکه در ده سال گذشته سرمایه گذاری دولت جمهوری اسلامی بر برنامه های صنعتی که خدمات عمومی به مردم میدن مثل نیروگاه ها اینها کاملا متوقف شده ده سال است که هیچ گونه سرمایه گذاری در این زمین ها صورت نمیگیره اما شرکت هایی که در برنامه های نظامی جمهوری اسلامی مشارکت دارن کار میکنن اینها بدون هیچ گونه محدودیت بودجه در این زمینه ها فعال هستند و نیروهای فارغ و تحصیل دانشگاهی رو هم به سرعت جذب میکنن اینکه افرادی در یک شرکت صنعتی معمولی در ایران مشغول به کار هستند و بود جای کافی دریافت کنند و رئیس جمهور میره اونجا اینها رو ملاقات میکنه اینا نشان میده که این افراد بیشتر در برنامه های نظامی جمهوری اسلامی برنامه موشکی برنامه پهبادی برنامه اتمی و برنامه سلاحهای بیولوژیک مثل مؤسسه رویان اینها هستند که دارن منابع کشور رو دریافت کنند بدون محدودیت و در این زمینه ها فعال هستند آقای محمدی با توجه به اینکه شما هم موافق بودید که احتمالا ایشون یک مهره کلیدی هستند دو گزینه دیگه پیش میاد که یک سری احتمال میدن که این حذف داخلی اتفاق افتاده یا بعضی ها معتقدن که یک سوء قصد از سوی کشور خارجی اتفاق افتاده به نظر شما کدوم یکی از این دو در مورد آقای عیوب انتظاری محتمل تره ببینید اگر فردی مثل آقای انتظاری یا افرادی شبیه به آقای انتظاری اینها به خاطر زن خروج از کشور یا به خاطر درز اطلاعات به خارج از کشور توسط سپاه که دستگاه امنیتی دیگر ترور نشده باشند که این همیشه این احتمال وجود داره معمولا این افراد توسط دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی خارجی مورد سوء قصد قرار می گیرند در ده سال گذشته اسرائیل چتر امنیتی قابل توجهی رو در ایران گسترده اطلاعات و اخبار نشون میده که امریکایی ها اون چنان نفوذی ندارن دستگاه امنیتی ولی اسرائیل در ده سال گذشته سرمایه گذاری قابل توجهی کرده نیروهایی داره افرادی رو داره در دستگاهی مختلف نفوذ کرده این رو آقای محسن رضایی به سراحت اعلام کرده بود مشخص هست که این دستگاه ها اشراف دارند افراد رو میشناسن و اگر احساس خطر بکنن این افراد رو حذف میکنند